سلام به همگی. اگه میشه یه کسی بگه صدای من خوب هست یا نه که ما شروع کنیم. من میخوام امروز از اتفاقی که افتاد در مسیح علی نژاد استفاده کنیم. این پیرانه چرا؟ نمو بدر امروز قد شد بکنم مشکل اینترنتی دارم. بذار اسمم فارسی کنم. هستیم، دوباره برگشتیم. باسم میگه هست، صدا خوبه. درود بر همگی. عالی، خیلی خوب. همه دیدین دیگه تو اخبار چه اتفاق افتاده. مسیح علی نژاد و FBI گفتش که FBI اومد یک خبر داد، مثل اینکه مسیح علی نژاد و جمهوری اسلامی میخواسته ببره بیاد تو آمریکا، تو خود خاک آمریکا، تو نیویورک. ماموران جمهوری اسلامی قرار بوده مسیح علی نژاد رو بگیرن ببرن ونزوئلا. البته وقتی که افشین این قسمت رو تکه کنه احتمالا از این خبر کل گذشته و دیگه همه میدونن و جایانش دیگه یعنی دیگه کسی نیست که ندونه. ولی خب من موندم این اتفاقی که افتاده الان. اونایی که گفتن که مسیح علی نژاد مأمور جمهوری اسلامیه، اونا الان کجا؟ اونا الان اینجا هستن؟ چون من موندم میخوام اینا بیان، اگه کسی بود این حرف رو میزد الان بیاد بالا بگه منطقش چیه. ما خودمون تو گروه خودمون داشتیم که من میگفتن که مسیح علی نژاد مأمور جمهوری اسلامی و فلان و بهمان و اینا. بعد من میگفتم نه فکر نمی کنم. بعد تو گروه خودمون بعد اینا میامدن میگفتن که ببین، نه آرمین، تو ایران نبودی، مثل ما دنبال نمی کنی، حالید نیست. خب تو مثلا یه سری چیزایی رو میدونی ولی از اتفاقایی که تو ایران میفته تو خبر نداری. چند سال نبودی ایران؟ چون نبودی دیگه ما اینجایی، ما میدونیم، ما خبر داریم، تو خبر نداری. خب گفتم خب اگه بودن تو ایران و اطلاعاتی که داریم به این شما این نتیجه رسونده که مسیح علی نژاد مأمور جمهوری اسلامیه، دیگه من چجوری بیام قضاوت کنم از مشکلش کجاست؟ مشکلش اطلاعاتیه که شما دسترسی دارید یا منطقیه که دارید استفاده میکنید بر اساس اطلاعاتی که میگیرید؟ خب من بخش امروز اینترنت هم فکر کنم یه ذره مشکل داره، اگه قطع شد یه ذره صبر کنین دوباره برمیگردم. باشه، یعنی اگه دیدین افتادم بیرون سریع برمیگردم. من اون موقع که این حرف رو میزدن، الان مونده کسی از این حرف رو بزنه در برای مسیح علی نژاد هستن یا اینکه دیگه تموم شد، اون یه دوران زمان خودش بود؟ من تو لایف چت نگاه کنم ببینم کسی الان این حرف رو میزنه. سلام ستیف، سلام نیلوفر. سید ادوف، اسم تو عوض میکنی اگه میشه؟ چون که اسمی که تو انتخاب کردی من هایلایتش اگه بکنم برای کانال ما خطرناکه. اگه میشه اسم تو عوض کن، برای اینکه یوتیوب خیلی حساسه. این اسم من میدونم اسم جوکه، ولی اسمیه که من نمیتونم هایلایت بکنم، یوتیوب خیلی حساسه به این چیزا. امیر میگه این که تو ایران زیاد نمیدونی که مشخصه، ولی همه کسانی که اینو میگن نگفتن مسیح عامل جمهوری اسلامیه. خب اونایی که تو ایرانن خیلی هاشون گفتن که مأمور جمهوری اسلامیه، گفتن. خب یعنی این بودن تو ایران ارزشش رو من دیدم. خب زیاد نمیدونیم، نه اونقدرم که شما فکر کنیم مشخص نیست. من اتفاقا از اکثر کسایی که اینجا میان ادعا میکنن که من حالیم نیست، اونا میدونن من نمیدونم، اونا فقط ادعاست، چون که هیچ وقت استدلالی نیومدن بکنن، هیچ وقت
نمیدن دقیقه میگن حرفشون چرا درسته، فقط حرفه، حرفه. میان میگن تو میدونی، تو نمیدونی، من میدونم. یعنی اختلاف فهم کردن، این حرف زدن، گفتن این ارزش داره. نه تو حرفت غلطه، تو نمیدونی. خب کو توضیحش؟ همین، نه تموم شد. نه آرمین تو حالید نیست، تو نمیدونی، من میدونم. خب استدلال، دلیل، سند، هیچ، هم فقط ادعا، همین فقط ادعا، تموم، خدافظ. خب پس بیان بگیم خدا هم هست دیگه. اگه قرار بوده، اگه استاندارد ما این بود، خب بیان بگیم خدا هم هست. خب هم میگن آه من تو ایرانم میدونم، تو ایران نیستی نمیدونیم. خب میام میتونیم بگیم آره به من وحی شد که خدا هست، من دیدم تو نمیدونی. حرف که زدنش که کاری نداره، زدن حرف که کاری نداره. میگن آه تو نمیدونی. فقط اکثر من، اکثر نظرها هم همینه، بدون هیچ پشتیبانی از ادعا. محسن میگه چه دلیلی وجود داشت خود این اشخاص عوامل جمهوری اسلامی نباشه؟ خب هر کسی میتونه باشه، همه من سگ منم میتونه مأمور جمهوری اسلامی باشه. من بچه به کسی نگم، من فهم کنم سوزانا چون مأمور جمهوری اسلامیه، سی ای او ایتیست رپابلیک، برای اینکه انقدر این کارش خوبه، انقدر مفید بوده برای جمهوری بی خدایان، که من فکر میکنم سوزانا را انقدر هم از شیعه اسلام الان انقدر میدونه، مطالعاتش زیاده، و من فکر میکنم که سوزانا و همون مأمور جمهوری اسلامیه اینا را گفتن، که یعنی چیزش کردن به طور مخفیانه، بردن اونجا بهش درس دادن و اینا، اووردنش اینجا که من یه جوری من ببینم که این چقدر خوبه، بعد هایرش بکنم، بعد اینجوری بیاد نفوذی. آره فکر کنم الان جمهوری بی خدایان مأمور جمهوری اسلامی نفوذی توش داره، همون سوزناه. مگه نمیشه یه نفر انقدر خوب باشه؟ امکان نداره یه نفر انقدر خوب باشه، زیادی خوبه. فکر کنم جمهوری اسلامی همه اینا رو آماده کرده برای من. نیلوفر میگه امید چقدر ناراحته، حتما داره گریه میکنه. من یه حدس بزنم امید، بیایم با هم حدس بزنیم امید دار، نه اگه حدس بزنیم ممکنه یه کسی بهش بگه دیگه نگه. من یه جا باید بنویسم. خب ممکنه، اگه البته ممکنه دیگه نگه، ولی من حدسم اینه که میاد میگه که اینا اتفاق نیفتاده. حدسم اینه که میگه اف بی آی و دولت آمریکا اینا بهونه میخوان که مثلا گفتگو، مثلا مناظره توی وین رو بزنن زیر زرش، بزنن زیرش و دیگه بگن که تحریما رو بر نمیداریم. اینا یک بهونه لازم داشتن، اینا الان از خودشون ساختن که بهونه بشه برای اینکه مثلا بزنن زیر مناظره های توی وین. یکی اینو میتونه بگه، بعدم ممکنه بیاد بگه حالا مگه مسیح علی نژاد، مگه کی هست که مثلا جمهوری اسلامی بیاد به ترس و اینه، هم حرفای هم شاید اضافه کنه روشا. البته یه چیزی بگم، مسیح علی نژاد به شدت جمهوری اسلامی از مسیح علی نژاد میترسه. یکی از مشکلات این توطئه هایی که همه میکردن همین بود که براندازای ما افتاده بودن به جون کسی که بزرگترین خطر بود برای جمهوری اسلامی. یعنی این همه دشمنی که ما به جمهوری اسلامی داریم و بزرگترین اصل همونو که مسیح علی نژاده رو افتادیم دنبال اون، علیه اون. خب ببین جمهوری اسلامی میدونین چه دشمنایی میخواد؟ جمهوری اسلامی دشمن میخواد، دشمن لازم داره، ولی مثلا مجاهدین خلق رو دوست داره دشمن داشته باشه. ببین اگه جمهوری اسلامی دشمن نداشته باشه که نمیتونه به ترسون مردم و کارهای اطلاعاتی بکنه، سرمایه بذاره، باید بهونه داشته باشه که همین کارا رو بکنه، به خاطر اینکه یه خطرهای واقعی وجود داره بیاد بره دنبال یه آدم های بیگناه و یه مش خبرنگار و یه مش دانشجو و اینا، باید یه دشمن واقعی هم داشته باشه. و برای همین مثلا یه دشمنی مثل مجاهدین خلق خیلی نعمته برای جمهوری اسلامی، بخاطر اینکه مجاهدین خلق مثلا توی ایران خیلی اونجوری که ما دیدیم مثلا هیچ سندی وجود نداره که طرفداری داشته باشه، ولی خب خطر هم به اندازه کافی داره که اینا مثلا بهونه برای کار اطلاعاتی و ایناشون بشه. یه چیزی باعث میشه که مثلا یه چیزی هست که باعث به وجود آوردن این که مثلا ما لازم داریم از ملت و میهن و اینا دفاع کنیم، چرت از این چرت از این چیزا. خب اون خیلی مفیده براشون، ولی یه دشمنی مثل مسیح علی نژاد واقعا آرکلیس هیل به فارسی چی میشه؟ چی آشیل؟ چی؟
آره یعنی واقعا از این از مسیح علی نژاد میترسه. من امیدوارم این حرکتی که جمهوری اسلامی کرد، من معمولاً کی تو جمهوری اسلامی هم چی کار میکنه؟ من معتقدم که تو جمهوری اسلامی کسایی که دارن این کارا رو میکنن با هم صحبت، یعنی همشون با هم صحبت نمیکنن. یعنی الان خود یه کسایی تو جمهوری اسلامی احتمالاً به نظر من دارن میذارن تو سر خودشون که کدوممون این کارو کرده. خب یعنی کی بوده، کدوم گروه بوده، برای اینکه اینا سرتاشون با هم حرف نمیذارن. بعضی موقع یه کسی یه کاری میکنه، بعد یه کسی دیگه باید بره ببینه که کی بوده، حالا ما باید چیکار کنیم. خب من فکر میکنم خیلی گروهای مختلفی وجود داره که بعضی موقع حتی زمان خمینی هم اینجوری بوده. یه سری کارهای مثلا همین اعدامای دهه 60 و تا کلی مدت خامنه ای هم نمیدونست. یعنی الانش هم اینطوریه. خب الانش هم اینطوریه. الانش یه طرف، خب یعنی من فکر میکنم که حتی کسایی که، نمیگم کسایی که مثلا هیچ کارن ها، مثل ظریف و روحانی و اینا، خب حتی کسایی که همه کارم هستن، حتی اوناشون هم بعضی هاشو من فکر کنم یه کاری میکنم بدون که به بقیه از اونایی که همه کار هستن بگن. یعنی اون بالا بالایا هم به نظر من توشون تناقض و جنگ و مثلا اطلاعاتی هست که بعضیاشون میدونن، بعضیاشون نمیدونن، بعضیاشون یه کارایی میکنن که بعضیاشون دیگه نمیخوان این کار بکنن. یعنی حتی اون بالا بالایی هم من فکر کنم یه همچین شکافایی بینشون وجود داره. خب من امیدوارم که این حرکت احمقانه جمهوری اسلامی، ببین بعضی میگن که تو چجوری فکر می‌کنی مثلا جمهوری اسلامی هم یه کاری زرنگی اینجا کرده، هم یه کار احمقانه یه جدیگی کرده، بالاخره اینا زرنگن یا احمقن؟ خب به خاطر اینکه کلی گروهای مختلفن دیگه، برای از اون یه کاری میکنن که خیلی واقعا استراتژیکلی به نظر میاد یه جمع اینجا کارشون حرفه‌ای بوده، ولی بعضی موقع یه گروهای دیگه شون یه کار دیگه میکنه که واقعا احمقانه است. یکی از ببین بستگی داره که هدف این کار چی بوده. من نمیدونم هدف این کار چی بوده. ممکنه هدف این کار بوده که مثلا چیزای صحبتای توی وین و کارهای ظریف و روحانی اینا پیش نره. ببین ولی بایدن اگه ادامه بده به این مناظرهای توی وین دیگه واقعا احمقانه است. یعنی باید بایدن بگه که تموم شد، شما به یک آمریکایی تو خاک آمریکا دارین حمله میکنین، این معنیش جنگه دیگه. بیشتر از این رو خاک آمریکایی هم چیکاری دارن میکنن، این جنگه. پاشنه آشیل، آره مسیح علی نژاد پاشنه آشیل مثلا جمهوری اسلامیه. منم حرفمو تموم نکردم. امیدوارم که این بیشتر بشه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. یعنی الان این یک نعمت حسابی شد. یعنی خوشحالم که موفقیت‌آمیز نبود. خب یعنی خیلی عالی شد که دولت آمریکا برخلاف دولت فرانسه که از روح لازم دفاع نکرد، تونست از مسیح علی نژاد، ببین برتری دولت آمریکا رو به دولت فرانسه رو اینجا ما می‌بینیم قشنگ واضح. دولت آمریکا از هم از لحاظ اطلاعاتی، هم از لحاظ محافظت از کسایی که یا شهروندشن یا رزیدنتش هستن، میاد به طور درست دفاع میکنه برخلاف دولت فرانسه که حتی بعدش هم روی دولت، روی جمهوری اسلامی فشار نیاورد. حتی بعد از اینکه این کارو با روح لازم کردن، واقعا باعث خجالت، یعنی باعث شرم دولت برای دولت فرانسه است. خب من امیدوارم که این حرکت احمقانه جمهوری اسلامی باعث بشه که مسیح علی نژاد الان توی جهان قدرتش هزار برابر بشه. خب هزار برابر بشه. یعنی این چیزی، این کسی که اینقدر جمهوری اسلامی ازش میترسه، خیلی یارو میگن فلفل نبین چه ریزه. خب یک کسی که یک نفر که اینقدر حرص اینا رو برداشته، اینقدر ترس اینا رو برداشته، یک نفر اینجوری، من امیدوارم این باعث بشه که از اون چیزی که میترسیدن الان هزار بار دیگه بیشتر ازش بترسن. یعنی امیدوارم جامعه بین المللی الان یک قدرتی یک باعث تمرکز همه بشه. یعنی این باید یک نعمت باشه برای مسیح علی نژاد از این به بعد. امیدوارم. خب من قبل از اینکه لینک بذارم، بذارم من شما هم ببینم چی دارین میگید تو لایو چت. من بعد بیرا اگه با مسیح علی نژاد کسی بگه، من اینجا هایلایت نمیکنم.
یه کسی میگه فیک نه آرمین جان، مطمئن باش که اینطوریه. خب من که ببینید وقتی من لایف چت رو میخونم، اون حرفی که من زدم یه مقدار گذشته، یه ذره شما باید واضح‌تر بنویسین که من بدونم به چی دارین اشاره میکنید. خیلی خب، من باید میلاد میگه دقیقاً باید اسم مسیح در دنیا پر شود. دقیقاً، ممنون که خوبه که میلادم اینجوری فکر میکنه. اوکی خیلی خب، من حالا یه چیزی رو میخوام با شما موقعی که این تفکرهای مثلا این توهمهای توطئه و اینا بود که مسیح علی نژاد چه میدونم با جمهوری اسلامی و مأمور و من میدونم آرمین، من بسیج رو من چیدم سپاه پاسداران رو میشناسم، تو نمیدونی نه اینا. من برای اینکه استدلال کنم که این حرفا چقدر مزخرف و احمقانه بود، من حرفی رو که میزدم این بود، روشی که استفاده میکردم، گفتم مگه تا حالا میگم آرمین مگه تو سند داری که نیست؟ خب اولا که این چی میگم، بار اثبات رو از کسی که داره ادعا میکنه میذارن روی کسی که داره باید ادعا رو قبول بکنه. یعنی نفر وقتی ادعا میکنه اونی که باید اثبات بکنه، بار اثبات بهش میگن بار اثبات به فارسی، burden of proof، بار اثبات روی کسی که داره ادعا میکنه. یعنی ادعا میکنه بعد من میگم خب سندت کو، میگن خب تو بیا سند بده که نیست. خب این خیلی عجیب غریبه که کسی که ادعا نکرده باید سند بده، نه کسی که ادعا میکنه باید سند بده. خب ولی من اگه احتمال یه چیز رو کم میدونم، اگه خودم بیام ادعا کنم، خب من که هیچ وقت چیزی رو نمیتونم بیام غیر ممکنه، همه چیز ممکنه، هیچ چیز غیر ممکن نداره. خب من فقط احتمالی صحبت میکنم، همیشه هم شکگرا باید باشم. البته به نظر الناس تونم به نظر نمیاد که شکگرا هستم، برای من هر چنگایی باید وایسم صبر کنم بگم ببین من دارم خیلی هیجانی صحبت میکنم، خیلی هم به نظر میرسه با قاطعیت صحبت میکنم، ولی حواسمون باشه همه چی امکان داره، هیچ چیز شکگرا باید باشیم، در هر چیزی در احتمال کمش وجود داره. ولی خب چون همه چی درصدش 100% نیست، ما پس نمیتونیم هیچ وقت این هیجانی صحبت نکنیم. یعنی ما بعضی موقع ها چیزایی که احتمالش خیلی زیاده چون نزدیک 100% مثل 100% باش رفتار میکنیم، در صورتی که هیچ چیزی 100% نیست. چیزایی هم که احتمالش نزدیک 0% جوری رفتار میکنیم که همونگر همون 0%، مگر نه اون وقتی که درباره هیچ نمیتونیم واضح صحبت بکنیم. خب من نمیتونم بگم یه نفر بگه آرمین رستوران غذاش خوبه، من میگم آره غذاش خوبه. خب نمیام بگم خب ببینید ما نمیتونیم همه چی رو مطمئن باشیم، من 20 بار اونجا غذا خوردم، هر دفعش غذاش عالی بود، ولی خب این 20 دفعه‌ای که من اونجا غذا خوردم که معنیش نیست که دفعه بعدم حتما احتمالا غذاش خوب خواهد بود. برای همین با اینکه من میتونم به احتمال خیلی زیاد به شما بگم بله این رستوران غذاش خوبه، ولی باید در نظر داشته باشیم که احتمال داره این رستوران غذاش در بعضی موقع هم خوب نباشه، ممکنه من همیشه شانسی رفتم موقعی که اینجوری کسی حرف نمیزنه. خب من میگم نه آره غذاش خوبه. خب چیزی که در صد احتمالش زیاد باشه ما جوری رفتار میکنیم که انگار مثلا به طور صد هر ولی هر شنگایی به خود یاد به خودمون میگیم بله بله همه چی ممکنه، قطعی شکگرا باشیم، همه چی اطمینان قطعی نداشته باشیم، هر شنگایی وای میسیم یا به همدیگه یادآوری این کارو بکنیم. خب ولی انتظار این که ما اینجوری صحبت نکنیم خیلی، یعنی به طور قطعی همیشه به طور قطعی صحبت نکنیم، انتظار خیلی زیاده. خب چیزی رو که من میخواستم الان هایلایت بکنم میگن آرمین حواست باشه تو رو نگیرن. اگه من چی کارم؟ من رو بگیرن؟ من کاری نیستم. چی میخواستم؟ چیزی رو که من میخواستم هایلایت بکنم تیغ اوکامه، اوکامز ریزر. این پیرن من اومده اینجا بیرون داره اعصاب من رو خورد میکنه. من باید کاش قیچی اینجا داشتم. این چیه؟ من OCDم رفته بالا الان. برو پایین، این پایین بمون. ای خدا. OCD. آها. نه. خب. Occam's razor. تیغ اوکام. خب. من اینو سریع به شما یاد میدم. بعدش. نه. بعدش میریم لینک میذارم بیاین بالا. بیاید از همین الان لینک میذارم که هرکی خواست بیاد بالا. من اینو سریع توضیح. ولی بعد از که تموم ده. بعدش که چیز شد بعدش که اینو توضیح دادم بعد میارم بالا، ولی از همون پایین اگه کسی خواست بیاد، اگه خواستیم بیاد. خب
تیغ اوکام چیه؟ خب تیغ اوکام میگه که از کجا شروع کنم. طبق این اصل هرگاه و این من یه چیزی من میخوام به شما یه چیزی یاد بدم که تو دنیای منطق استفاده میشه برای نتیجه گیری های بهتر، برای اینکه بگیم چی منطقیه چی منطقی نیست. خب من میخوام سعی کنم که هر موقع یه اتفاقی توی اخبار و اینا میفته از اینا استفاده کنم بهونه برای اینکه یک اصل منطقی یا یک روش نتیجه گیری یا یک روش مغلطه شناسی رو با همینجا تمرین کنیم. خب تیغ اوکام هم یک چیز خوبه که میتونیم با هم یاد بگیم. تیغ اوکام یه اصله و اینجا میگه که طبق این اصل هرگاه درباره علت بروز پدیده ای تا دو توضیح مختلف ارائه شود، هرگاه درباره علت بروز پدیده ای دو توضیح مختلف ارائه شود، در آن توضیحی که پیچیده تر باشد احتمال بروز اشتباه بیشتر است و بنابراین در شرایط مساوی احتمال صحیح بودن توضیح ساده تر بیشتر است. خب ببین این یه چیز خیلی این توی منطق چیزایی که شبیه ریاضی توی منطق روزمره چیزایی که خیلی شبیه ریاضی باشن کمن، ولی این یکی از اون اصولی هست که خیلی شبیه ریاضیه. خب شما یک چیزی که احتمالش مثلا 80% باشه و یه چیزی که احتمالش 50% باشه، اتفاق جفت اینا با هم افتادن احتمالش از جفتش کمتر میشه. خب یعنی میشه 40%، درسته؟ یعنی یعنی یه چیزی که احتمالش 100% نباشه و یه چیزی که احتمالش 100% نباشه، احتمال اتفاق افتادن جفتش با هم از جفت اینا کمتر میشه، چون باید خب برای همین تعداد چیزایی که ما باید وقتی که میخوام ببینم خب این احتمال این یکی میاد ادعا میکنه میگه همچین اتفاقی افتاده، خب دلیلش اینه، یکی میاد میگه دلیلش این نیست دلیلش اینه. خب ما ببینیم کدوم دلیل احتمالش بیشتره، هیچ کدومش 100% نیست. میام ببینیم دلیل اولی که کسی داده چیزهایی که ما باید فرض بکنیم، تعداد فرضیه هامون و پیچیدگی هر کدوم و احتمال همه این فرضیه ها با هم، مثلا فرض کنیم مثلا یه کسی میگه که دلیل این اتفاق افتاده دلیلش A، یه نفر دیگه میاد میگه اتفاق افتاده دلیلش B، من میگم A احتمالش بیشتره یا B احتمالش بیشتره. برای اینکه من A رو قبول بکنم مثلا میبینم باید 5 تا فرضیه رو قبول بکنم، خب و این 5 تا فرضیه احتمال هر کدومش مثلا احتمال اولیش 80%، احتمال دومیش 20%، احتمالاش بالا پایینه. خب پس احتمال A چون هم تعداد فرضیه هاش زیاده هم بعضی از این فرضیه ها احتمالش کمه، احتمال A خیلی کم میشه. ولی مثلا دلیل B رو نگاه میکنم میبینم برای اینکه B درست باشه مثلا دو تا فرضیه بیشتر لازم نیست بکنیم، دو تا فرضیه هم هر کدوم احتمال هر کدومش بالا هست. خب پس مثلا میگم خب B دلیل بهتریه تا A، برای اینکه هم تعداد فرضیه مهمه هم احتمال هر کدوم از این فرضیه ها مهمه. خب مثل خیلی ریاضی واره. خب ببین برای من فقط برای اینکه مسیح علی نژاد رو میگفتم مأمور جمهوری اسلامیه، فقط یک فرضیهش رو میومدم نگاه میکردم از تمام ببین تعداد فرضیه هایی که یه همچین چیزی درست باشه انقدر زیاده اصلا باید تمام اصلا قانون فیزیک هم بکنم ما باید نه یعنی کلی فرضیه هایی که ما داریم از دنیا و اقتصاد و سیاست و همه چی رو باید بندازیم دور، بخواست یه فرضیه های جدیدی رو قبول بکنیم که این توهم توتهشون درست در بیاد. خب ولی یکیشو مثال میزنم، یکی از فرضیه هاش اینه که دولت آمریکا خب با CIA و FBI و همه این چیزاش نفهمیده که مسیح علی نژاد مأمور جمهوری اسلامیه. نه تنها نفهمیده، گفته بیا سیتیزن هم باشو برای دولت آمریکا تو وایس آف آمریکا که مسیح علی نژاد کار میکنه، منبع مالیش خود دولت آمریکاست، یعنی برای یک سیستم دولتی آمریکا هم کار کن و یک همچین نظام اطلاعاتی که انقدر همه جا اطلاعات داره و همه تو بانک همه و توی یک همچین نقشه هایی رو از 8 ماه قبلش میفهمه و دنبال میکنه و حتی از موساد اسرائیل هم میذاره 100 برابر قابلیتش بالاتره،
یعنی این کسایی که تو لایو چت به من میگفتن نه آرمین تو نمیفهمی، ما میفهمیم، و کسایی که پشت پرده به من گفتن مسیح علی نژاد مأمور جمهوری اسلامیه، اینا یه اطلاعاتی دارن که NSA و CIA و FBI و موساد اینا هیچ کدومشون نتونستن پیدا کنن و اینا تونستن. این یه فرضیه خیلی عجیب غریبه که احتمالش صرف نیست، ولی احتمالش انقدر پایینه که ما میتونیم جدی نگیریم. خب اینو متوجه شدین که آکامز ریزر چجوری کار میکنه؟ خب آکامز ریزر چجوری کار میکنه؟ اکثر تئوری توهمای توته رو با آکامز ریزر یا با تیغ اوکام شما میتونید از بین ببرید. یکی دیگرش هم یه توضیح یه ذره دیگه هم اینجا من میخونم، اگه خوندم میدونم خوندنم ضعیفه ولی شما تحملتون رو ببرین بالا. کجا بود؟ آها اینه، اینجا شده. مدل ذهنی تیغ اوکام بیان می کند که اضافه شدن هر فرضیه به یک نظریه احتمال خطای آن را افزایش می دهد و همین دلیل توصیه می شود همیشه ساده ترین توضیح را در نظر بگیریم تا احتمال درستی آن توضیح را به حد اکثر مقدار ممکن برسانیم. وقتی با چند توضیح برای یک موضوع مواجه می شویم بهتر است در گام اول ساده ترین توضیح را برای بررسی انتخاب کنیم. با این کار در صورتی که آن توضیح یا نظریه درست نباشد کوتاه‌ترین راه را برای رد آن انتخاب کرده ایم. نام این مدل خب دیگه برگشتم میره تاریخ و فلان اینا. خب خیلی خوب من خوب خوندم، خوندنم داره برمیگرده.